تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه دو ان منهای دو عضوی برابر با چنده؟ 64. ببینید یه بار دیگه از اول بگم. گفتیم که تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه ان عضوی، دقت کنید ان عضوی، هر چند تا که میخواد باشه، میشه 2 به توان n، یعنی 2 به توان تعداد عضوها. حالا تو این سوال مجموعه ای که من دارم چند تا عضو داره؟ 2n منهای 2. آفرین، 2n منهای 2 عضو داره. پس گفتم تعداد زیر مجموعه ها میگه نمیشد 2 به توان تعداد عضوها. اینجا چند تا عضو داره؟ 2n منهای 2 عضو داره، پس میشه 2 به توان 2n منهای 2. خب چند شده؟ 64. اولا میایم 64 رو تا اونجایی که میتونیم تجزیهش میکنیم، به 2 میشه 32. چرا؟ چون 6 تقسیم بر 2 میشه 3، 4 تقسیم بر 2 میشه 2، 32 به 2 میشه 16، بعدی میشه 8، بعدی میشه 4، بعدی میشه 2، 2 به 2 هم چند میشه؟ 1 میشه. پس 64 من میشه 1 2 3 4 5 6، 64 میشه 2 به توان 6. حالا چی میگه سوال؟ میگه تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه 2n منهای 2 عضوی برابر با 64، یعنی همون 2 به توان 6. خب بچه ها، تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه چی بود؟ 2 به توان تعداد عضوها. اینو تکرار کنید، 2 به توان تعداد عضوها. چند تا عضو داریم؟ 2n منهای 2. پس 2 به توان تعداد عضوها یعنی 2n منهای 2 همون تعداد زیر مجموعه های ماست که چند شده؟ 64 شده. یعنی چند؟ 2 به توان 6. آفره. حالا چیکار میکنیم؟ 2 2 با هم یکی هم از بین میرن، پس توانهاشون با هم برابرن. 2n منهای 2 میشه 6، 2n مساویه، اگر منفی 2 رو بیارم این طرف میشه مثبت 2 که با 6 میشه 8. پس n من چند میشه؟ n من میشه 4. پس این مجموعه چند تا عضو داره؟ 4 تا عضو، بیشتر نداره. نکته رو دقت کنید، میگه تعداد زیر مجموعه های دو عضوی هر مجموعه. بچه ها فقط گفته دو عضوی. ببینید یادتون هست گفتم مجموعه بی 1 2 3 4، اول توهی رو می نوشتیم، بعد تک عضوی ها رو می نوشتیم، بعد دو عضوی ها، بعد سه عضوی ها، بعد چهار عضوی ها. من اینجا فقط به دنبال چی هستم؟ دو عضوی هستم فقط. یعنی مستقیم میخوام ببینم یک مجموعه چند تا زیر مجموعه دو عضوی داره، بدونی که اصلا بخوام مجموعه رو بازش کنم، بدونی که اصلا بخوام زیر مجموعه هاشو بنویسم، مستقیم به جواب برسیم. چی میگه؟ میگه تعداد اعضا رو ضرب در یه دونه کمتر کن، تقسیم بر 2 کن. حالا تعداد زیر مجموعه های دو عضوی مجموعه 1 2 3 4 رو به دست بیاریم. خب بچه، طبق همون چیزی که من گفتم، تعداد اعضا 4 تاست، یه دونه ازش کم کن، 3 تا، تقسیم بر 2، 4 3 تا 12، تقسیم بر 2 چند میشه؟ 6 میشه. یعنی اگر من بیام زیر مجموعه های این مجموعه رو بنویسم، که باز تکرار میکنم، اول از توهی شروع میکنیم، بعد تک عضویا رو، بعد دو عضویا، سه عضویا، چهار عضویا، دو عضویا رو که بنویسیم باید تعداد زیر مجموعه هاش بشه 6 تا. خب اگه خاطرتون باشه این بود دو عضویا، 1 2، 1 با 3، 1 با 4، 2 با 3، 2 با 4، 3 با 4. دو عضویه ما همین بود، 1 2 3 4 5 6، دقیقا به جواب رسیدیم. پس اگر بخوایم فقط تعداد زیر مجموعه های دو عضوی رو ببینیم تعدادش چند تاست، بدونی که اصلا مجموعه رو باز بکنیم، فقط کافیه که از این فرمول استفاده بکنیم. پس تعداد اعضا رو ضرب در یه دونه کمتر، تقسیم برای چی؟ 2 میکنیم. مثال بعدی رو ببینید، مجموعه 5 عضوی A و B و C و D و E مفروض است، چند زیر مجموعه 4 عضوی میتوان یافت؟ دیگه اون فرمول قبلی قابل قبول نیست، اون فقط برای دو عضوی بود، فقط دو عضوی. اینجا چی میگه؟ 4 عضوی. خب بچه دقت بکنید، این مجموعه که من دارم چند تا عضو داره؟ 5 تا. اگه یه دونش رو بردارم چند تا میمونه؟ میشه 4 تا. حالا اون یه دونه میتونه آ باشه، میتونه بی باشه، میتونه سی باشه، میتونه دی باشه، میتونه ای باشه. اگر من آ رو بردارم خب چی میمونه بچه ها؟ بی، سی، دی، ای. یه 4 عضوی اینجا میمونه. اگر بی رو بردارم ای، سی، دی، ای، و به طریق مشابه اگه سی رو بردارم این میمونه، دی رو بردارم این میمونه، و ای رو بردارم این میمونه.
پس میگم چی؟ میگم مجموعه من 5 تا عضو داره، ولی من زیر مجموعه چی رو میخوام؟ 4 عضویش رو میخوام. خب بچه ببینید، من اگه بخوام بیام زیر مجموعه اینو بنویسم، اول که از توهی شروع میکنم، بعد تک عضوی رو میرم، 2 عضوی رو میرم، 3 عضوی رو میرم، 4 عضوی و 5 عضوی رو میرم، یعنی 6 تا مرحله بعد برم جلو. ولی وقتی مستقیم به دنبال زیر مجموعه 4 عضویش هستیم، یعنی این 5 تا یکیش زیادیه، بعد برش داریم که 4 تا بمونه. حالا من اول آ رو و ای رو برمیدارم، این میمونه، وقتی بی رو بردارم این 4 تا میمونه، سی رو بردارم بدین صورت، دی رو بردارم بدین صورت و ای رو بردارم بدین صورت. پس 1 2 3 4 5، یعنی این مجموعه 5 عضوی من در واقع ترازیر مجموعه های 4 عضویش چند تا میشه؟ میشه 5 تا. به همین راحتی بچه. مثال بعدی رو ببینید، برای مجموعه A, B, C, D چند زیر مجموعه میتوان نوشت که شامل عضوهای A و B باشند؟ یعنی عضوهای A و B رو داشته باشند. پس دقت کنید بچه، مجموعه من A, B, C, D، مجموعه A و B رو مینویسیم. چرا؟ چون خودش گفته، گفته این مجموعه که 4 تا عضو داره عضوهای A و B رو داشته باشه داخل خودش، و به آن عضو یا عضوهای اضافه میکنیم تا زیر مجموعهای جدید به دست بیاد. خب چیکار میکنیم؟ پس من A و B رو مینویسم. چرا؟ چون خود سوال گفته که A و B باید توی مجموعهمون باشه، پس من به این دسته میزنم. شروع میکنم، مجموعه من 4 عضو، من به دنبال مجموعی هستم که A و B رو داشته باشه. اولا که خود همون A و B میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر مجموعه زیر مجموعه خودشه. دیگه چی؟ A و B ثابت ها. A و B رو با C میشه A و B و C. درسته؟ A و B و C هم زیر مجموعه این مجموعه هست. A و B ثابته. A و B و D. A و B و D. بازم درسته، چون A و B و D هم چیه؟ زیر مجموعه همین مجموعه هست. A و B ثابته. چیکار میکنم؟ حالا C و D رو اضافه میکنم. چرا؟ چون کل مجموعه هست، هر مجموعه هم زیر مجموعه خودشه. پس دقت بکنید بچه ها، من میخوام مجموعه هایی رو بنویسم که A و B داخلش باشه. پس A و B میتونه خودش باشه، چون هر مجموعه زیر مجموعه خودشه. A و B میتونه با C بیاد، A و B میتونه با D بیاد، و A و B میتونه با کلش بیاد. اینو حواستون باشه. پس توی تک تک اینها ملاحظه میکنیم که A و B وجود داره. خب پس میگیم چی؟ 4 تا زیر مجموعه تونستیم بنویسیم، 4 تا زیر مجموعه تونستیم بنویسیم که A و B داخلش باشه. این نکته رو ببینیم، اگر مجموعه مثل A زیر مجموعه مثل B باشد، زمان رسم نمودار ون حلقه A کاملا درون حلقه B هست. مشخصه این A، این B، آی من کجا قرار داره؟ درون بیه. پس آ زیر مجموعه بیه، یعنی هر چی که تو آ هست توی بی هم هستش، ولی برعکسش نیست، هر چی که تو بی باشه تو آ نیست. پس این نشون میده که اگر آ زیر مجموعه بی باشه، دقیقا کجا قرار میگیره؟ درون خود مجموعه بی قرار میگیره. این مثال رو ببینید، آ گفته 1 2 3، بی 1 2 3 4 5. مشخصه که هرچی آ داره بی هم داره، ولی هرچی بی داره که آ نداره. پس میگم آ زیر مجموعه بیه. چیکار میکنین؟ بی رو دارین 1 2 3 4 5. حالا آ چی بود؟ آفرین، 1 2 3، دقیقا درون بی قرار گرفته. پس میگم آ چیه؟ زیر مجموعه بی هستش. این نکته رو ببینیم، میگه بیا نکته قبلی رو تعمیمش بدیم. برای دو تا مجموعه بود، حالا برای سه تا مجموعه میگیم. آ زیر مجموعه بی، بی زیر مجموعه سی. یعنی چی بچه ها؟ ببینیم الان آی من دقیقا درون بیه، پس آ زیر مجموعه بیه. از طرفی بی منم درون مجموعه سیه، پس بی هم زیر مجموعه سی. پس آ زیر مجموعه بی شد، آ درون بیه، بی منم چون درون سیه، بی هم زیر مجموعه چی شد؟ سی شد. حالا یه سوال،
قبول داریم که آ درون سی هم هست. آفرین، پس میتونیم بگیم که آ زیر مجموعه سیه. اگه بخوام طوری دیگه مثال بزنیم بچه ها، تو مبحث مجموعه ها اگه نباشه، من از پدرم کوچکترم، پدرم از پدرش کوچکتره، پس من از پدر پدرم که پدر بزرگم میشه کوچکترم. یه چنین چیزی داره میگه. خب پس میگیم چی؟ آیه من زیر مجموعه بیه، بیه منم زیر مجموعه سیه. پس نتیجه میگیریم که آیه منم زیر مجموعه سی میشه. پس بدین صورت آ زیر مجموعه بی، بی زیر مجموعه سی، پس آ میشه زیر مجموعه سی. حالا مثال ببینید. آیه من 1 و 2، بیه من 1 2 3، سیه من 1 2 3 4. خب آیه من دقیقا هرچی آ داره بی هم داره، پس آ زیر مجموعه بی. دیگه چی؟ هرچی بی داره سی هم داره، پس بی هم زیر مجموعه سی. حالا هرچی آ داره قبول داریم که سی هم داره؟ بله، پس آ هم زیر مجموعه سی محسوب میشه. بیایم سر مجموعه های عددی مهم. اولین چیزی که ما میخوانیم مجموعه اعداد طبیعی که هممون میدونیم با n نمایش میدن، از 1 شروع میشه تا الی آخر، نامتناهیه دیگه، چند تا نقطه براش میذاریم. پس مجموعه اعداد طبیعی رو من نمودار ونشو بدین صورت نمایش میدم. حالا بعدی رو بیم جلو. بچه ها اعداد طبیعی هم شامل اعداد زوجه هم شامل اعداد فرده. اعداد زوجه که همون ایون که با ای نمایش میدن میشه 2 4 6 8. پس این 2 4 6 8 دقیقا درون اینه، یعنی زیر مجموعه اینه. خب پس اعداد طبیعی زوج دقیقا درون اعداد طبیعی اصلی قرار داره. حالا میایم مجموعه اعداد طبیعی فرد رو میگیم که با او نمایش میدن، 1 3 5 7 الی آخر، و بازم قبول داریم که این اعداد درون اینم هست. چرا؟ چون اعداد طبیعی هم شامل اعداد زوجه هم شامل اعداد فرده، پس هم زوجا درون این قرار دارن هم فردا درون این قرار، پس هر دوی اینها زیر مجموعه این هستن. پس نتیجه میگیرم که او هم زیر مجموعه چیه بچه ها؟ مجموعه این هستش. بعدی مجموعه اعداد حسابیه که یاد با آی نمایش میدن یا با دبلیو. بچه ها دقیقا مثل اعداد طبیعیه، ولی شروع این از 1 هست، شروع این از چنده؟ از 0. خب سوال من اینه، هرچی اینجا هست اینجا هم هست، درسته؟ 1 2 3 تا الاخر، 1 2 3 4 تا الاخر، پس هرچی که N داره W هم داره، پس N درون W هست، پس N زیر مجموعه W، پس در واقع N که من دارم میاد زیر مجموعه I یا W. حالا بعدی مجموعه اعداد صحیح با Z نمایش میدن چی بود بچه؟ عددی که هم منفی ها رو شامل می شود، هم صفر رو شامل می شود، هم در واقع مثبت ها رو شامل می شود. بدین صورت. حالا دقت بکنید. 1 2 3 تا الاخر میشه همون عدد طبیعی. اگر از صفر به بعد بخوام بخونم 0 1 2 3 میشه همین. میشه عدد چی؟ حسابی. پس چی رو نشون میده؟ نشون میده این قسمت طبیعیه، پس اعداد طبیعی درون زد قرار دارن. این قسمت چیه؟ آفرین، اعداد حسابیه که باز هم درون زد قرار دارن. یعنی اعداد طبیعی و اعداد حسابی هر دوشون زیر مجموعه اعداد صحیح هستن، پس اعداد صحیح اینجا قرار میگیره. این همیشه نمودار ون مجموعه های عددی مهم.